عنایت نظام و رهبری به این مسائل هستی که شما دیدید ما اصلا حرفی نداریم، ما هر شیش هم اگه شما دیدید ما حرفی نداریم، این کار هست که دست استفاده نمی کنیم. جناب آقای رضایی و آقای نوایی فرمودن واقعی قضیه، حالا اگر که فرصتی شد مجمع مخشگاه ها از دولت های قبلی از مرکز پژوهش ها بخش خصوصی بخشتر میکرد و جای دیگه احتمالا آقای انصاری فرمود این برنامه پنجم اون چهار تا برنامه من بودم. این جناب آقای ایوانی این ذخیره ارزی که ما آوردیم اتفاقا در همین بخشی به درآمدهای نفتی گفتیم آقای پولی رو تو یه سال هم تصفیه میشیم میره حساب صندوق توسعه ملی. اتفاقا این یکی از سیاست باز پرداخت ها که میاد تا آخر سال تو باش حالا از اونطوری ندیدین دیگه این یک 5% این 35% بخشی از همون سرمایه بوده بسیار میتونه انشالله کمک بکنه و از این بابت هم الحمدلله از خوب شده. یه نکته هم در رابطه با بانک مرکزی فرمودن برادرها جناب آقای ایرمانی، حال ما قاعدتاً ببینین دیگه تو هر استان میگن آقا این خطوان بدین این خطوان بدین این خطوان بدین مثل خزانه دارن مصرفش میکنن، ما میگیم بانک مرکزی بله ما میگیم بانک مرکزی باید مستقیم 6 نفر رو معرفی بکنه و مجلس رأی اعتماد بده کمک بکنن به ما که ما انشاءالله این رو ژاپن همین الان هم که بودجه سالیانه تصویب کنیم تو جدول برنامه پیش بینی میکنن که مثلا سال چهارم برنامه بودجه دولت ما از همون سال اول هم جدول ها رو شکوندیم هر روز میباسیم تصویب بکنیم که حساب ذخیره ارزی آقایون گفتن 1.5 میلیارد دلار اما میخوام بکنیم 1.450 میلیون دلار. این نظر کارشناسی است اما نظر قطعی هم که دوستان مومی برداشت اونم از کلمه مجاز اینه این برداشت رو الا اینکه اجازه داشته باشن تو حقوق خصوصی برعکس اجازه من میخوام بگم اگر اینطور ابهامی تو این واژه ها وجود داره من این رو هم پیشنهاد میکنم که مجمع تشخیص مسئله نظام به شورای نگهبان بنویسه که آقا این مجاز است یعنی دولت مجاز کار دیگه هم انجام بده است کار چرا مجلس نکرده حالا مجلس بکنه حالا میدونم ببین رئیس داریم جوابش میده دیگه و اینجا این رو هم یادآوری بکنه و حتی ما رو وادار بکنه که مجلس هم این رو بیاد که آقا مجاز است موقعی که میگیم یعنی دولت باید این کارا رو بکنه و الا دولت هم ولی مجاز است موقعی میخوام بگیم نه اینکه مجاز است بله